طبعا شما میتونید اینجوری فکر کنید، من منکر نمیشم، ولی به دلیل اینکه اولا برادران کوئن به این کاراکترها به نظر من، چون این کاراکترها در واقع ابژه هزل و چیزن، کمدی هن، برای من به این کاراکترها با یه شکل سمپاتیک نگاه نمی کنن، یه حالت نیوترال دارن، ازشون فاصله میگیرن. برای من اگر حتی این کاراکتر یا مثلا درمر که یه من نجات پیدا کردم، درسته؟ درکه خب اونجا ما این تقابل دیالکتیکی رو داریم دیگه، بحثی که میشه که بین درمر و ابرت یه بحث دیالکتیکیه، یه بحثیه که دو نگاه در واقع مختلف و متضاد دارن با هم وارد یه نوع به اصطلاح مجادله میشن، ولی خود فیلمسازا فاصله میگیرن از این قضیه، یعنی کاملا با اینا فاصله دارن و اینا رو حتی مسخره میکنن، خیلی جاها به سادگیشون میخندن، یه جاهایی به شکل بیرحمانه ای اینا رو یه جوری تصویر میکنن که ما مثلا میتونیم اینا احمقن، یعنی حتی این چیز هم وجود داشته، خیلی از منتقدها گفتن برادران کوئن راجع فیلم های احمق، راجع به آدم های احمق فیلم میسید و کاراکتر های احمق فیلم میسازن که بهشون بخندن. بنابراین اون نگاه ضرورتا نگاه برادران کوئن نیست، چون اونا خیلی چیزها رو به چالش میکشن در طول فیلم، مثلا به عنوان مثال اون سایکلاپس فیگور، اون کاراکتر جان گودمن دنگونده، خب اون میگه من کارم اینه که تو این دوران مثلا شرایط و روزگار سخت حرف خدا رو بفروشم، حقیقت رو بفروشم، درسته؟ انجیل میفروشم. یه همین آدمی که داره انجیل میفروشه که خب یه وریشنیه، یه به قول معروف متغیری از پولیمورفوس، پولیفموس ببخشید، یا سایکلاپس توی اودیسه هومر، قوله یک چشم، یه آدمی عذاب در میاد که هم کلاهبرداره، هم به اصطلاح جنایتکاره، هم به شدت خشن. آره. بنابراین برادران کوئن چیز نیستن. به اصطلاح حتی موقعی که در آخر در انتهای فیلم هومر استوکس، که اینم باز جالب، من یه چیزی در باره هومر استوکس باید بگم. هومر استوکس میاد و یه جورایی اکسپوز میشه، افشا میشه، یعنی توی کمدی ما یه کاراکتری داریم که بهش میگن آلازون یا بلاکینگ فیگور، کاراکتری که نمیذاره قهرمان یا سعی میکنه تا اون آخرین لحظه جلو به اصطلاح یکی شدن قهرمان با معشوقش رو بگیره توی کمدی. منتها تو کمدی همیشه در مرحله آخری آلازون حذف میشه، از اون جامعه اخراج میشه. این هومر استوکس اونجا این بلاکینگ فیگوره، خب اخراج میشه از این جامعه که نوپایی که داره، ولی اون کسی که میره و داره در واقع به نظر میاد که حالا دوباره اتوریتیشو احیا خواهد کرد، یه آدم، یه سیاستمدار فرصت طلبه، برای چیزها ضرورتاً به چیز بهتری ختم نمیشن، ممکن چیز اصلا خوب نشه. در مورد هومر استوکس فقط من یه نکته رو بگم. هومر ما میدونیم که خب یه شاعریه که حماسه میآفرید، راجع به پهلوانا و قهرمانا میدونیم، مثل این هومر همون هومره، منتها این هومر استوکس وقتی میاد و داره برنامه سیاسی خودش رو اعلام میکنه، میگه من اومدم که به اصطلاح از آدم های کوچیک حرف بزنم. یه دوباره ما یه تناقضی داریم اینجا، دوباره یه بافت آیرونیک یا کانتکست آیرونیک داریم. اون هومر حماسه میساخت راجع به پهلوانه، این هومر عصر ما فقط راجع به آدم های کوچیک داره. نفر امیر من یه سوال داشتم، یه وقتی که داره صحبت میکنه در من عبا کنم شیل مختلف کنه آنتیگون رو بررسی میکنه، اون تداخلی که بین آنتیگون و کرون خدا وجود داره و بین این خدا خیلی نقش، این تقابل نقش خیلی مهمی رو داره در پیش برد اون هدف سیاسی که اون یه جامعه اون اسپریت
چیز جدید رو تولید میکنه و بعد وقتی که برسه به ژانر کمدی، یه انتقاد بزرگ که ژانر کمدی وارد میکنه میگه در کمدی ما به همه میخندیم، یعنی مثلا اون کرونی نیست، اون خودای کرون بود، کرون شاه چیزه، آره شاه این کرونی هم دیگه نیسته، یعنی کرونی هم هسته، کرون هم خنده داره، همه شخصیت ها خنده دار هست، اما با همه میخندیم، دیگه نمیدونیم با کی باید مثلا ارتباط مثبت یا منفی رو داشته باشیم. و اونجا میگه که در اونجا اگر آنتیگون یک انتقاد سیاسی رو میتونست وارد بکنه و انتقادش میتونست به اون نیروی مورالی وارد بکنه، نیروی که غیر قابل کنترل هست، یک کمدی فرصت رو به خواننده یا شنوندهش نمیده که اون انتقاد رو ببینه و اون نزولی مقداره نگاه میکنه که از اون فرم اصلی دورش کرده. حالا همه من بخوام به وارد این فیلمش بکنم، اگر مثلا یه ساختار کمدی رو مثلا توی یه فیلم مثل بیگ لوبوفسکی در نظر بگیریم، خب بیگ لوبوفسکی خیلی بحث اجتماعی نداره، میشنم یه سری قاتلا هستی با هم دارن رابطه پیدا میکنن که فرش دوزید و خیلی بحثش فردی هست، یا مثلا حتی ریزینگ آریزونا، خب این کمدی خب من میتونم بگیم خوبه با این ساختار میخوره، ولی وقتی فیلم در دیپریشن وجود داره که بحث خیلی اجتماعی هم هست، یعنی فقط تمام با ایندیویدوال رابطه نداره و کالکتیویست وقت مهمی هسته، آیا فکر میکنم به نظر تو این ساختار کمدی دیپولیتیزایز نمی کنه از یک جهت، یعنی یا اگر انتقادی رو وارد میکنه انتقاد خیلی ابسترکت وارد میکنه، ابسترکتی هیگل بحثش میکنه، انتقاد فقط کاملا فردی میکنه، اون جامعه رو کاملا پرت میکنه بیرون. من فکر میکنم در اینجاشون یعنی این یک نقطه ضعف محسوب میشه در اون اثر، اگر حتی ما بخوام کمدی رو پلاتیک پالیتیک نگاه کنیم، یعنی حتی اگر بگیم در دام پست مدرن نمیفته، اون پستیش انتقادی هسته، به نظر میرسه یک جایی لاغر ساختار کمدی استفاده کردن در بعضی از موضوع ها میتونه موضوع رو به ضربه بزنه و اون پیام رو خارج بکنه، واردش بکنه در همون ساختار مثلا لیبرال، ساختار لیبرالیت همون گفتمان رایج اون رو پیش ببره. خب ضرورتاً کمدی البته این نیست، کمدی میتونه انتقادی هم باشه، مثلا ژاک تاتی بلفرد، ولی خب تو ژاک تاتی ما میتونیم یک اون کرمونی رو ببینیم، مثلا یک مورال اتوریتی رو میتونیم ببینیم که کات تاتی در مقابلش قرار میگیره، همه خالص کمدی پیدا نمیکنه، میتونی با یک رابطه برقرار بکنی با اون خوب یا بد. آره اینجا من فکر میکنم، خب البته باز کمدی گفتم میتونه خیلی حتی انقلابی باشه، باختیم راجع به کارنوال حرف میزنیم که اصلا این شکل کمدیه، درسته؟ میتونه مثلا کمدی تبدیل بشه به ابزاری واسه انتقاد، کمان که وقتی داره میشه تو این کتاب رابلر از کتاب رابلر پانتاگورا و گاگانتوا کانتاگروه حرف میزنه، میگه این دقیقا میاد و ساختار قدرت رو تخریب میکنه، درسته؟ با اون شکل کارنوالوار خودش، شکلی که میاد مثلا راجع به اون چیزایی که تابو هستن مثل اجزای بدن حرف میزنه، چیزایی که در واقع اجتماع نمیخواد راجعشون حرف بزنه، تابو. من کمدی میتونه یه به اصطلاح نقش انتقادی بازی کنه، ساختار سیاسی، ساختار قدرت رو چیز کنه، نقد کنه. حالا این فیلم البته این کار رو به اون شکل نمی کنه، یعنی بنا نیست که اصلا هدفش اون نیست، هدفش یه چیز دیگه است، هدفش در واقع گفتم بیشتر خلق یه فرمه، خلق یه پاستیش، خلق یه به اصطلاح چیزایی که به طور مستقل وجود داشته باشن، یعنی یه سری یونیت ما داریم توی این فیلم، هر یونیت خودش به تنهایی میتونه به طور مستقل فهمیده بشه، ارگانیکلی اینا به هم متصل نیستن، لزومی نداره متصل بشه. بنابراین سعی میکنه البته وارد قلمروی سیاست بشه، این سیاست یه جوری کانتامینیتش میکنه، نمیتونه دور بمونه. در نهایت اون من فکر میکنم که کامنت رو راجع به ساختار سیاسی و قدرت هم میکنه، که در واقع ساختار سیاسی یه چیزیه که مرهونه یا موجودیتش و بقاش مرهونه پوپولیسم، درسته؟ یعنی در نهایت این کامنت رو میکنه فیلم، که اون چیزی که نگه میداره این ساختار سیاسی رو
پوپولیزمیه که خیلی سریع میتونه مثلا یه شبه یا در یه لحظه اون چجوری بگم سمپاتی مردم رو عوض کنه، یعنی رأی مثلا هومبرت استوکس بره به سمت توی مانور سیاسی خیلی مشخص مقطعی. برای سیاست اینجا فیلم کامنت میکنه روش که یه چیزی سطحیه و شاید به همین دلیل ازش بود نمیدونم. آرش ایشون درست من دو تا مسئله سال اولیش میام دومی بعد این وقت همین صحبتی آقا سیروس کردن و درسته که مقوله متافیزیک رو یه جوری تمسخر میکنه، همون تفسیری که شما از اون صحنه فهمیده که بالا نگاه میکنیم و در پایین آب میکنیم، ولی در کنارش اون سعی اون گفتمان علمی یا شبه علمی رو هم یه جوری تمسخر میکنه. اینجا جورج کلونی دقیقا تو همون صحنه که شناورن داره میگه همه چی برای همه چی یک دلیل علمی هست، یک دفعه نشون میده که یه گاوی مثلا روی سقف شناوره. این به طور خیلی مشخص‌تر توی فیلم اشتباه نکنم به مردی که آنجا نبود که یک استاد ریاضی یهودی هست که این خود استاد ریاضی بودنش با دغدغه‌ای که تو فیلم داره، دغدغه متافیزیکه که حالا گناه چطور میتونه روی زندگی روزمره من تاثیر بذاره. یک صحنه داره که یک تخت سیاهی، صحنه خیلی معروفه، مثلا 4-5 برابر این تخت سیاهی که اینجا داریم فرموله ریاضی برای حل آنجا نبود، یک مرد جدیه، یک مرد که من برشاد نوشته کرد که چند برابر این تخت سیاه فرموله ریاضی رو مینویسه، خیلی محاسبات دقیق و آخرش میرسه به یک چیزی که با صورت مسئله تناقض پیدا میکنه، یک چیزی که مسئله جواب نداره، یک همچین چیزی نشون میده که این محاسبات دقیقی که این همه سطح تخت رو گرفته آخرش به یک چیز میرسه که به مسئله نمیتونه جواب بده. یعنی در کنار تمسخر گرفتن مسئله متافیزیک گفتمان علمی رو هم یک شو تمسخر میگیره. یک مسئله دیگه در مورد کمدی بودن، من فکر میکنم برای برادران کوئن و کمدی یک ژانر به اون معنی نیست که یک فیلم کمدی حالا ساختن، چون که در حالا من همه فیلماشو ندیدم ولی توی چند تا فیلمی که ازش دیدم مثلا برن افتر ریدینگ اون هم موضوع جدیه، توش مسئله جنایی هست، مسئله جاسوسی هست، مسئله سیاسی هست، مسئله خانوادگی هست، ولی همه چی مسخره است، یعنی همه چی کمدیه. یا حتی مثلا نو کانتری فور اولد من یک فیلم جناییه، درسته یک جنایتکار خیلی حرفه‌ای که هیچکی ازش در امان نیست، همه جا میتونه بره و هر چی میخواد برسه، هیچکی ازش آسایش نداره، ولی در پایان فیلم به شکل خیلی کمدی، یعنی یک چند تا مکزیکی مست یه دفعه تیر یه جای توی اتاقش میان میزنن و پولش رو میبرن. یعنی یک جور فکر این کمدی یک جور فلسفه نگاهشون به زندگی به همه چی این دنیا باشه. البته کمدی شاید اشتباه طنز باید بگیم بلک کامدی، کمدی سیاه باید که خودشون میگن. البته این نه اونقدر راست سیاه نیست که به همین دلیل ما اینو بیشتر کمدی میدونیم تا مثلا سیریس من. بعد اون سیکونسی که یا صحنه که شما توی رویا اتفاق داره این تخت سیاه می‌نویسه، اونجا مسائل متافیزیکی مطرح میشه و اینکه یعنی عمیق شاید فلسفی‌ترین فیلم برادران کوئن باشه و اینکه به اصطلاح اون چیزی که مثلا توی مسیحیت بهش میگن گریس، موهبت الهی، کی اتفاق میفته و کجا اتفاق میفته، واسه کی اتفاق میفته. مثلا اونجا این کاراکتر اسمش من یادم همین سیریس من، کسی که دنبال جوابه، کسیه که میخواد بدونه چرا زندگیش دوچار این همه نابسامانی و بدبختی شده، ولی دنبال جواب میگرده. ولی جواب در نهایت، یعنی شما اگه پایان اون فیلم رو یادتون باشه، موقعی که طوفان شروع میشه یه هاریکین داره میاد و بچه ها توی چیزن توی مدرسه و میارن بچه ها رو بیرون که ببرنشون توی پناهگاه، در این حال برادران کوئن اینترکات میکنن این صحنه رو با صحنه
همین پروفسوری که حالا رفته زیر دستگاه چیز نمیدونم اسمش چیه، امارای چیز آره، و شاید سرطان داشته باشه، شاید یه چیزی، هنوز نتونسته اون جوابی رو که بخواد پیدا کنه. تو اون صحنه وقتی بچه ها دارن میرن، اگه یادتون باشه دو تا بچه هستن، یکیشون از اون یکی مثلا نمیدونم حشیش خریده یا علف خریده یا هر چیز، و هر روز این یه حرکتی که تقریبا آیین‌واره وقتی که خریداره چون پولشو نداده، وقتی از اتوبوس مدرسه پیاده میشه این یکی منتظرشه و دنبالش میکنه و این فرار میکنه که پولو نده. تو اون صحنه آخر اون پسر صدا میزنه این یکی رو، بهش میگه بیا پولتو بدم، بهش توجهی نمیکنه، اینی که همیشه دنبال در تعقیبش بود و نگاه میکنه با هایی که خیلی عمیق نگاه میکنه و با تأمل نگاه میکنه و فیلم اونجا تموم میشه. درست مثل اینکه در اون کسی که لحظه تجلی و خودآگاهی واسش اتفاق میفته و مشمول اون محبت الهی میشه، این پسر بچه هست، اصلا دنبالش هم نداشته. یعنی منظورم اینه که این المان تصادف، المان چیزایی که به طور غیر منتظره اتفاق میفتن و رخ میدن توی برادران کوهن هست، ولی به هر حال شما حق دارید. کمدی اینا یه کمدی سیاه پر از خشونت، پر از آیرونی، کنایه است. و اون سوال دیگه تون ببخشید، من یکیشم در واقع مثلا متافیزیک بودش. من به نظر میاد که بردارن کنم جواب چیز نمیدن، یعنی به مسئله متافیزیک هم جواب قطعی نمیدن، چون همین کارشون جایی که به مسئله متافیزیک میرسه با یک تمسخر دو طرفه بیننده توی یک تعلیق باقی میذاره. بله، چون اینا ببینید دقیقاً هر دو گفتمان رو مسخره، مسخره یعنی میکنن و نقد میکنن، هم گفتمان خرافی و هم گفتمان علمی رو، به دلیل اینکه شاعر، به دلیل اینکه اینا کارشون با استعاره است، به دلیل اینکه کارشون با نماده. و گفتم فیلم، همین فیلم پر از استعاره است، استعاره که ما شاید نتونیم کاملا دیکود کنیم و بفهمیم. اوکی، ساعت تقریبا 20 دقیقه 10 و ما مثلا 10 دقیقه اینجا تک کنیم، ما یه بخش دیگه هم داریم که درست دیسکاشن هایمون هستش. من دو نفر دیگر رو لیست دارم برای سوال، ولی میخوام اینجا وارد بحث دیسکشن رو بشیم و این دو نفر دیگه هم بحثشون رو به صورت یعنی مبحث موضوعی مطرح بکنم و شاید دیگر هم میتونم همچنین پریزنترم رو این قضیه جواب بدم. پس تشکر میکنم از پریزنترم در این مرحله به من وارد